خب بیایم یه مروری هم رو تاریخچه استراتژی بکنیم که ببینیم که خب استراتژی از کی به وجود اومده و خب چه جایگاهی داره. ببینید استراتژی، حالا اگه شما فیلم ذهن زیبا رو دیده باشید، اون لغت استراتژی تقریبا 1930 توسط جان ون نیومن و جان نش و اینا دیولپ میشه و اون فیلمه یه جور تقریبا نشون میده که اصلا این استراتژی از کجا اومده، که حتما این فیلم ذهن زیبا رو دیدید. منتها باز یه ذره جدیترش از 1950 از در واقع فاینانشال باجتینگ، اون بحث‌های مالی و نت پرزنت ولیو، این بحث‌ها به وجود اومد، داره توسعه پیدا کرد. یه مقدار جلوتر در واقع تو 1960 و 70 باز یه ذره در واقع بحث جدیتر شد و رفت سراغ برنامه‌ریزی شرکتی، یعنی یه مقدار در واقع آینده پیش بینی شد و اینکه ما خب بالاخره باید چیکار بکنیم که در واقع در بلند مدت بخوایم موفق بشیم. اونتا کانسپت های اصلی استراتژی انگار از اینجا هاست، یعنی شما اگه شما خیلی تو ادبیات استراتژی بری، یعنی تا اونجاهاش هنوز یه ذره رنگ و بوی مالی داره. اونتا از 1980 وقتی ژورنال استراتژیک منیجمنت ژورنال در واقع به وجود میاد و اصلا بحث ها خیلی شروع میکنه به وجود اومدن، انگار شروعش از اینجاست. یعنی در واقع استراتژی به یه اعتبار جستجوی برای سوده و کارهایی که مایکل پورتر تو تحلیل اکسترنال براتون در واقع توضیح میدم یه جور شروع کننده این بحث هاست. و بعد 1990 در واقع جی بارنی، رابرت گرند و خیلی از کسایی که در واقع الان خیلی مطرحن خیلی راجع به اون سود مازاده صحبت کردن، یعنی انگار این بحث استراتژی توی این سال‌ها از 1900 در واقع 85 اینا دیگه استارت داغ بودنش خیلی خیلی میخوره. در واقع تا سال 95 تا نزدیکای 2000 یه دفعه اوج خیلی بالایی میگیره. امروزه یه چیزی که در واقع بحث‌های امروز بیشتر اون بحثایی هستش که در واقع نقش آیتی و تکنولوژی در استراتژی، این که این انعطاف و اصلا این پویایی محیط رو چجور چکار میشه کرد، بحث اصلا این نوع در استراتژی، بحثایی در واقع سوشال ریسپانسیبل بودن که بیشتر حوزه‌های تحقیقاتی هستن. یعنی الان کسایی که بخوان حوزه‌های تحقیقاتی و بحثای دکترا و اینا رو دنبال کنن و اصلا تز بردارن احتمالاً بیشتر اونجاست، ولی چیزی که ما بیشتر آموزش میدیم تو اینجا، یعنی 1970 و 80 بیشتر استراتژی به عنوان جایی که جستجو میکنه سودو و اصلا اینکه فرصت یابی، خلق فرصت، مزیت رقابتی، و 90 بیشتر پایدار کردن مزیت رقابتی، یعنی به وجود اومدنش بیشتر اینجا اتفاق افتاده، به وجود اومدن مزیت رقابتی، به وجود اومدن سود مازاد، و اینجا بیشتر اینکه این سود مازاد رو چجوری میشه پایدارش کرد. و نشون میده که علم جوونیه و ولی خب خیلی دانشمندای خیلی زیاد توش کار کردن و چیزایی که من خدمتتون الان دارم در واقع ارائه میکنم تقریبا جزء اخیرترین مباحث و از آخرین رفرنس و سعی شده که بهترین مباحث و آخرین دستاوردها رو خدمت شما بگیم. خب بیاید یه مروری بکنیم راجع به چیزایی که توی در واقع این ویدیوهای اخیر داشتیم و یه مروری بر این بحثایی که الان داشتیم. گفتیم که استراتژی در واقع انجام کار متفاوت یا انجام همون کار به طریق متفاوت. علم استراتژی تاکید و تمرکزش بر سود مازاده و اصلا سود مازاد خیلی خیلی مهمه، چون اگه شما سود مازاد نداشته باشی از طرف رقبا در ریسک نابودی هستی. خیلی وقتا پرسونل و منابع سازمان شما ممکنه کوچ کنن برن شرکت رقیب، ممکنه نه پول نداشته باشه تکنولوژی تو آپدیت کنی، چون اگه تکنولوژی عقب مونده باشه شما کلی عقب هستی، مثلا بقیه شاید بتونن 10 برابر 100 برابر بر اساس تکنولوژی های روز تولید کنن ولی شما عقبی و این بیفته تو حلقه ناموفق ها، حلقه شکست برای شکست خوردگان، به جای اینکه حلقه موفقیت برای موفق ها بیفتی هی مدام عقب و عقب بری. نشون میده که استراتژی و تاکید بر سود مازاد به عنوان زیاده خواهی نیست، الزام این در واقع نظام سرمایه داری و این چیزی هستش که الان داریم توش زندگی میکنیم. یعنی نشون میده که فوق العاده علم بسیار مهمیه، چون اگه توجه نکنیم بیزنسمون نابود میشه. نشون میده که استراتژی به بیان خیلی خیلی ساده راه موفقیت بلند مدت. نشون میده که استراتژی رو میشه برای فرد هم در واقع راجبش فکر کرد. شما برای خودتون میتونید فکر کنید که من راه موفقیت بلند مدت هم چیه. صحبت کردیم راجب اینکه شما باید تفکر استراتژیک هم داشته باشید، راجب الانتون فکر کنید، راجب
اون جایی که میخواد برسید راجبش فکر کنید، راجب راه فکر کنید. وقتی شما ندونید 5 سال دیگه کجا میخواید باشید، کجا در واقع قراره بهش برسید، هر راهی برید اوکیه. پس بنابراین استراتژی در واقع خیلی تاکید و تمرکزش بر اینه که ما الان کجا هستیم، کجا میخوایم بریم و اون راه کجاست. راجب استراتژی های ایمرجنت و ریلایز و اینتندد صحبت کردیم و دیدیم که استراتژی میتونه هم ایمرجنت و جوشان باشه، هم از پایین سازمان توسط پرسنل سازمان پیشنهاد بشه و گفته بشه، هم از بالا توسط مدیران که عمده کارها به این صورت هست و بیشتر درسی که ما داریم میدیم بر اساس اینتندده، و در نهایت استراتژی های ریلایز به وجود بیاد و در نهایت یه مروری هم بر تاریخچه‌اش کردیم. امیدوارم که استفاده لازم رو از این ویدیو برده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.